وقتتون خوش. تم و موضوع اصلی و مرکزی صحبت‌های ما در جلسه قبل تقارن بود و مهمتر از اون شکست تقارن بود و نشون دادیم که برای اینکه موجوداتی با کامپلکسیتی بیشتری شکل بگیرن در جهان ما حتما باید این تقارن بشکنه و بارها بشکنه و هرچی بخواد موجود کامپلکسیتی بیشتری داشته باشه باید این تقارن بیشتر بشکنه. در راستای این ادعای خودمون اومدیم گفتیم که اگه بنا بشه ما بخواییم از جایی شروع بکنیم که بنیادی ترین به اصطلاح چیزی هست که ما ازش ساخته شدیم، این کلمه چیز رو با احتیاط به کار میبرم، خب انرژی. ما نمود های متفاوت انرژی رو میبینیم، متوجهیم، لمسش میکنیم، تجربه میکنیم، مثل انرژی مثلا حرارتی، انرژی الکتریکی. ولی خود انرژی چی هست ما هنوز واقعا نمیدونیم چی هست، یک مفهوم ابسترکت. برای توصیف این مفهوم ابسترکت ناچاریم در قالب ریاضی ناچاریم باز از متمتکار ایمجینیشن خودمون، از اون تصورات و تجسمات ریاضی خودمون استفاده بکنیم که اون مفهوم ابسترکت رو توصیف بکنیم. و اینو دیدیم که در جلسه قبل به کمک اعداد ریل که یکی از محصولات متمتکار ایمجینیشن ما هست توصیفش کردیم. ولی بعد دیدیم اگه بنا بشه فضا زمانی داشته باشیم، اگه بنا بشه که ما موجوداتی داشته باشیم که ابعاد فضایی دارن و در زمان موجودیت دارن، حتما باید اون تقارن بشکنه. و اون تقارن شکستش گفتیم به اسم کانجوگیشن بود، اسم کانجوگیشن قرار دادیم. نتیجه اینکه اون اعدادی که میخواییم استفاده کنیم یا استفاده میکنیم برای توصیف انرژی دیگه به درد توصیف این موجودات نمیخوره، مجبوریم این اعداد رو اعداد کاملتری داشته باشیم که اون کانجوگیشن بشکنیم. و اینجا اعداد کامپلکس رو معرفی کردیم و دیدیم به چه زیبایی میتونه از عهده این کار بر بیاد. و باز ادامه دادیم، دیدیم که اگه بنا بشه که موجوداتی با تعداد ابعاد بیشتری داشته باشیم، حالا فعلا ابسترکت صحبت بکنیم، یک موجوداتی در اقلیم چهاربعدی داشته باشیم، مجبوریم یه بار دیگه تقارن بشکنیم، منتها این دفعه یه تقارن دیگر رو باید بشکنیم. و نهایتا رسیدیم به کواترنیون ها و اینکه این کواترنیون ها به چه زیبایی میتونن چی دنیای مایکرو یونیورس ما رو، دنیای کوانتومی ما رو، موجودات کوانتومی ما، ساختارها و پدیده‌های کوانتومی ما رو توصیف بکنن. که این شکست تقارن، این یکی شکست کامیوتیتیویتی بود، کامیوتیشن بود. و همینجور ادامه دادیم و نهایتا یک جبری رو به اسم جبر کایلی معرفی کردیم که یک قسمتی از این جبر کایلی بود همون نومد الجبرا. یه چیزی که من جلسه قبل یادم رفت بگم، این نومد الجبرا در حقیقت عنوانش از دیویژن نومد الجبرا. اون دیویژن بابت اینه که اسم اصلیش این هست، دیویژن نومد الجبرا. اون نومد الجبرا این بود که شما اگه x رو به y قدر مطلقشون ضرب کنید همیشه این رابطه درشون چی؟ صفر میکنه، درسته؟ حالا وقتی که ما میگیم دیویژن، میگیم که جبری هست، اگه ما بخوایم بدونیم که x چقدره، y رو بدونیم، خب اون موقع x مساوی میشه با z تقسیم بر y، درست؟ و این وقتی این کار میتونیم بکنیم که یا دیواید بکنیم که y ما چی؟ صفر نباشه. پس در اینجا وقتی میگیم دیویژن نود الجبرا، یعنی جبری هست که هم این رابطه درش صفر بکنه و هم چی میتونیم چی دیویژن داشته باشیم، یعنی چی اینا صفر نباشه. به هر حال برگردم به این، چون یادم رفت بود یادآوری هستم بکنم، برگردم به ادامه صحبت ها.
ما اون تقارن و شکست تقارن که صحبت کردیم و در آکادمی خیلی بیشتر در عمق خیلی بیشتر می‌بینیم. اصلا کار اصلی ما در آکادمی کار روی همین، روی همین شکست‌های تقارن هست در جبر کایلی که داریم تا یه محدوده و از اون محدوده دیگه باید یه جبر جدیدی روش کار کنیم. اینا همش ابسترکت بود، همش متمدکار ایمجینیشن بود. تقارنی که ما صحبت کردیم تقارنی نبود که با پنج حسی که جهان فیزیکی رو به کمکش تجربه میکنیم توصیفش بکنیم. تقارنی بود که فقط بحث عددها بود، مثلا آ ضرب در به مساوی ب ضرب در آ هست یا نیست. من میخوام امروز این تقارن رو تعمیمش بدم، این بحث تقارن رو با وجودی که خیلی کم صحبت کردیم تعمیمش بدم به تقارنی که یا اینوریانس هایی که تغییر ناپذیر های کمیت های تغییر ناپذیری که در زندگی روزمره باش سرکار داره. یعنی چی؟ یعنی توسط پنج حسمون تجربه کنیم، مثل تقارن هایی که از طریق بینایی میبینیم، ساختمان هایی که ما ساختیم یعنی درشون اکثرا تقارن هست، انواع اقسام تقارن ها هست، چیزایی که در طبیعت میبینیم مثل مثلا گلبرگ های یک گل، مثل تقارنی که در یک ستاره دریایی میبینیم، انواع اقسام تقارنی که ما در کریستال ها میبینیم. گاه هم بعضی از این تقارن ها هست که ما میچشیم. اصلا میخوام بگم که حس چشایی ما ناشی از این تقارن هست، ارتباط به این تقارن داره. اگه ما یک مولکولی رو میخوریم و مزه ترش حس میکنیم یا شور حس میکنیم، این فقط به خاطر متفاوت بودن نوع تقارن هایی که این داره، آره کریستال هایی این داره. اگه ما یه چیزی رو بو میکنیم و این بو باز بوی خاصی تشخیص میدیم، باز اینجا تقارن نقش بازی میکنه و نقش خیلی مهمی بازی میکنه. اگه ما یه چیزی رو میبینیم و مغز ما اینو میتونه تعبیر و تفسیر بکنه، این بینایی رو، اینجا باز تقارن نقش بازی میکنه. کجا؟ در همه اینها، همینجوری که در بعضی از جلسات بعضی از کلاس های اشاره کردیم، ولی در بیولوژی دانا که خیلی بیشتر واردش خواهیم شد، در بیولوژی پدیدایی عامل دومی که و مهمی که اینجا بینایی ما، شنوایی ما، بویایی ما، لامسه ما رو، تمام این پنج حس ما درش نقش بازی میکنه، کوانتوم تانلینگ. یعنی کوانتوم تانلینگ نبود، اصلا ما بو رو حس نمیکردیم یا مزه رو حس نمیکردیم. دو چیز اینجا نقش بازی میکنه، یکی تقارن، یکی کوانتوم تانلینگ. حالا من میخوام این تقارن رو با هم امروز باهاش آشنا بشیم که میبینیم، لمسش میکنیم، درکش میکنیم، تجربه با این پنج تا حس، نه با پنج شش حس ششم ریاضی ما. در رابطه با تقارنی صحبت کنن که فقط ساخته ها نیست، او شنوایی ما در تقارنی که در موزیک هست، در موسیقی هست، تقارنی که در نقاشی، عکاسی استفاده میکنه، و هم تقارنی که در شعر هست. اینو همش در همه اینها تقارن هست، نقش بازی میکنه و فوق العاده مهمه. ولی اینا همش تقارن هایی هست که ما میتونیم با پنج حس تجربه کنیم. حالا من میخوام یه روزی خورده راجع به اینها صحبت کنم. چرا؟ به این دلیل که تقریبا این کاریه که ما همیشه در فیزیک انجام دادیم در 300-400 سال گذشته. حالا بگیم از کوپرنیک به این طرف، از کوپرنیک به این طرف، بگیم از قرن 16 به این طرف، همیشه تا برسه حتی تا آخرین تئوری هایی که ما داشتیم، بشه مثلا تئوری نسبیت، تئوری کوانتوم، در تمام اینها اتفاقی که میفته اینه که ما یه مقدار مشاهدات خاصی رو داریم، میبینیم که به نظرمون میاد که این مشاهدات یه جوری به همدیگه ارتباط دارن، بعد بیاییم میبینیم که آیا این مشاهدات ما تکرار پذیر هستن یا نه. اگه مشاهداتی پیدا بکنیم که تکرار پذیر باشه و با همدیگه یه جوری ارتباط داشته باشن، اینا در یک
مجموعه میذاریم و اینو در قالب یه چیزی که مدل مشاهده‌ای هست برای خودمون چی تعریف میکنیم. بعد بیاییم بس این که خیالمون راحت بشه که اشتباه نریم، خطا نریم، یک فرمالیسم ریاضی روش میذاریم که به کمک فرمالیسم ریاضی که اساساً یک سیستم اکسیوماتیک هست، یک سیستم اکسیوماتیکی تعریف میکنیم و میذاریم روی این مدل مشاهده‌ای خودمون. حالا به کمک این ما میتونیم اون مشاهدات رو در قالب ریاضی توصیفش بکنیم. اینو بهش میگن یک مدل فیزیکی. در مورد تمام تئوری‌هایی که در فیزیک میدونیم این اتفاق افتاده. مثلا فرض کنید که نیوتن وقتی که تئوری حالا خودش رو حالا بگیم امروز میگیم تئوری نیوتن معرفی بکنه، اینا همش ریشش برمیگرده به مشاهداتی که به کار اولیه کوپرنیک، به مشاهدات به آزمایش های گالیله. وقتی میگه مشاهده یعنی بینایی، نه تجربیات ما با گالیله، و شاید از همه مهمتر اندازه‌گیری های فوق العاده دقیق تیکو براهه انجام داده در حرکت سیاره های ما، و از اون به بعد اون سه تا قانون کوپرنیک که خود اون قوانین کوپرنیک برمیگرده دوباره اون قبلی که گفتم. نیوتن اینا رو در کنار هم میذاره و نهایتا اون قانون مشهور اینورس سکوئر دو رو که هست، یک بر آر دو من جمعه مثلا چی؟ اگه دو تا جرم داشتیم، جرم اول جرم دوم، اینا پایه فاصله در کنار هم دیگه قرار بگیرن، فاصله آر، حالا نیرویی که به هم دیگه اعمال میکنن اون ضریب هم بذاریم کنار، همیشه با اینورس سکوئر دو سکوئر اینورس. پس ببینید که این قانون و این فرمالیسم ریاضی که نهایتاً فیزیک نیوتونی ما رو شکل میده برمیگرده به همون مدل فیزیکی که به همین شکلی که من خدمت شما گفتم شکل گرفته. تئوری نسبیت همینه، خاصش، عامش. تئوری الکترومغناطیس همینه، برمیگرده به کارها و مشاهدات چی؟ فارنده، آمپر، اساساً. کار بعدی اینه، مرحله بعدی هر مدل فیزیکی اینه، اگه این مدل فیزیکی، وقتی میگیم مدل، اینجوری بگیم یک مدل فیزیکی رو وقتی میگیم مدل فیزیکی خوب که علاوه بر این که بتونه مشاهدات رو که بر اساس اون شکل گرفته رو به خوبی و دقیق توصیف بکنه، بلکه باید بتونه یه چیزایی رو پیش بینی بکنه که مثلا که الان نمیشه مشاهده کرد یا تا اون روز مشاهده نشده. حالا ممکنه بعد از اینکه این پیش بینی میکنیم فردا بتونیم مشاهده کنیم، ممکنه نه امکان تکنولوژی رو نداشته باشیم، ممکنه 100 سال دیگه مشاهده بکنیم، ولی باید یک چیزایی رو پیش بینی بکنیم در ارتباط با اون مشاهده. به این میگیم یک مدل فیزیکی خوب. حالا یا پیش بینی هایی که میکنه این مدل به واقعیت میپیونده یا نه، یعنی یه روزی یکی میاد میگه من دیدم اینو، من میتونم تایید کنم که این با آزمایش، با مشاهده نجومی، با هرچی توی شتاب دهنده، این همون چیزی که پیش بینی شده بود با توسط این مدل فیزیکی. وقتی پیش بینی یک مدل فیزیکی واقعیت پذیرفت، میگیم یک تئوری فیزیکی. پس تئوری، وقتی تئوری هست که حتما یه پیش بینی هایی هم تایید شده باشه. و این در مورد تمام این تئوری هایی که حالا صحبت کردیم صدق. مثلا در مورد تئوری نسبیت عام انیشتین که در سال 1916 انیشتین ارائه میکنه، تا سال 1919 اصلا کسی حالا خیلی کلی بگم انیشتین رو تحلیل نمیگیره. یه تئوری نسبیت دیگه ای که برمیگرده به کارهای نوردستروم و اینا، اون بیشتر مورد چیز توجه بود چون معادلات خیلی ساده ای داشت، دیفرنشیال جیومتری استفاده نمیکرد، ولی پیشبینی هایی میکنن هر دو تا تئوری. تئوری که انیشتین داره پیشبینی میکنه که نور در گذر از کنار چیز اجسام مادی بزرگ یا انرژی زیاد حتما دچار انعنام میشه در مسیر. تئوری نوردستروم اینا میگه که نه، نور همیشه مستقیم میره. تا سال 1919 ادینگتون اینا در مشاهدات که در خورشید گرفتگی انجام میدن در برزیل و آفریقای جنوبی اینا، نهایتا تایید میشه که انیشتین میشه. و نه از اون روز هر دو تا اینا مدل فیزیکی بودن. از اون روز مدل فیزیکی انیشتین میشه تئوری نسبیت عام، دیگه میشه تئوری. مدل فیزیکی
آیه نوردستروم اینا چی؟ یکی به تاریخ سپرده میشه با وجودی که خیلی چیزاشون با هم دیگه مشترک بوده از توصیفات اینا. خب حالا ما فهم همین کار میکنیم با صحبت کردن در مورد مشاهدات تقارنی که به طور مشاهده‌ای هست میتونیم یک مدل ریاضی روش بذاریم، یک فرمالیسم ریاضی روش بذاریم، این بشه یک مدل حالا فیزیکی به اصطلاح، بعد پیش‌بینی بکنیم بر اساس این مدل فیزیکی. اولا این مدل باید تمام تقارن‌هایی رو که در طبیعت می‌بینیم توسط پنج حسمون درک می‌کنیم به درستی و دقت توصیف بکنه. یک بعد یه چیزایی رو پیش‌بینی بکنه که اگه اونا رو تایید کردیم در آزمایشگاه، در مشاهدات، در هر چی، اون موقع چی؟ این تئوری درست خواهد بود، تئوری خواهد بود. و این اتفاقا همین یکی که اتفاق افتاده، یعنی الان اون مدلی که تقارن رو توصیف میکنه اسمشون میگیم تئوری گروه. چرا میگیم تئوری گروه؟ چون پیشبینی هایی هم که کرده ما دیدیم، مثلا تعداد زیادی از ذرات بنیادی که در فیزیک داریم و در شتاب دهنده ها با مشاهده کردیم قبل از اینکه مشاهده بکنیم تئوری گروه پیش بینی کرد. اصلا دلیل این که در شتاب دهنده ها رفتن دنبال این که مشاهده اش بکنن به خاطر اینکه تئوری گروه پیش بینی کرده. پس ببینید که این تئوری گروه واقعا تئوری هست. حالا یه مثال دیگه میزنم که ببینید که همیشه اینجوری نیست. یه تئوری ریاضی هست که فوق العاده حالا بدون ایراد از نظر ریاضیدان ها اینا که دوباره این میخواد دنیای فیزیک، جهان فیزیکی ما رو توصیف بکنه. اسم تئوری هست تئوری استرینگ، استرینگ تئوری که نسخه کاملتر اون هست سوپر استرینگ تئوری، یه نسخه متفاوت اون هست ام تئوری. کاری که استرینگ تئوری میکنه میاد میگه که تمام ذرات بنیادی که ما در فیزیک امروز باهاش آشنا هستیم، مثلا بشه الکترون، بشه حالا آنتی ماترش هم همین پوزیترون، بشه عرض کنم خدمت شما که کوارک ها، نوترینو ها، همه اینها در نهایت از یه چیزی ساخته شدن به اسم استرینگ. استرینگ ما در فارسی میگیم ریسمان، که ریسمان خیلی کلفته ولی مثل نه هر چی که شما دوست دارید. استرینگ هایی که ابعاد خیلی خیلی کوچیکی داره بهش میگیم ابعاد پلانکی، حالا باشه 10^10 منهای 30 سانتی متر، که بسته به اینکه این استرینگ ها میتونن باز باشن، میتونن بسته باشن، بسته به اینکه چطوری ارتعاش میکنن ذرات بنیادی ما میشه، ممکنه یه دونه الکترون باشه یا ممکنه نوترینو باشه یا مثلا و و و. خب اولا این استرینگ تئوری اعتقاد داره که فضا زمان ما 25 بوده، که در ریاضیات پدیده‌های ما نشون میدیم که چرا 25 بوده. یا در سوپر استرینگ تئوری حتما 10 بودی فضا زمان، در ام تئوری 11 بودی، که اینا رو باز در کلاس ریاضی پدیده‌های توضیح میدیم. ولی خب چقدر درست این تئوری؟ این تئوری فوق‌العاده زیباست، فوق‌العاده زیباست، از نظر ریاضیدان ها هیچ مشکلی نداره. الان چند دهه هست، حدود 4-5 دهه هست که این تئوری هست، 4 دهه هست که این تئوری هست، ولی واقعیت اینه که تئوری نیست، اصلا نباید اسمش تئوری بذاریم. تئوری ریاضی هست ولی تئوری فیزیک نیست. چرا؟ چون یه پیشبینی هایی هم کرده. الان توی این 4 دهه که هست تمام تلاش ها میشه با توجه به اینکه اکثر فیزیکدان هایی که به سن و سال من هستن در دوره دکترا گرفتند که استرینگ تئوری تازه داشت دیگه بهترین زمانش بود، اینو اکثرا رفتن تئوری استرینگ خوندن. این همه آدم در دنیا دارن رو تئوری استرینگ کار میکنن که مشاهدات مشاهده داشته باشن که پیش بینی هاشو چی تایید بکنن، و تا امروز ابدا این اتفاق نیفتاده. ابدا اتفاق نیفتاده چه درست، تا امروز اتفاق نیفتاده. بنابراین تا وقتی که این پیشبینی ها مشاهده نشده از نظر فیزیک ما تئوری استرینگ و تئوری فیزیک نمیدونیم. ممکنه فردا مشاهداتش تایید بکنین و پیشبینی هاشو، ممکنه 10 سال دیگه، ولی اونجوری که جو نشون میده، جو جامعه فیزیک نشون میده، روز به روز مردم دلسردتر میشه.
الان یه ایده هستن که بر علیه تئوری چی استرینگ دیگه مقاله می‌نویسن. بعضی از اینا متخصصین تئوری استرینگ هستن. خب که یکی از اینا هست که پیتر وایت که ایشون یه کتاب نوشته Not Even Wrong، یعنی تئوری استرینگ حتی اشتباه هم نیست که ما بخوایم وقتمون رو صرف بکنیم روش کار بکنیم، مطالعه بکنیم. بنابراین منظورم اینه که تئوری وقتی تئوری هست که پیشبینی‌هایی هم بکنه و حتما چی اون پیشبینی‌ها دیده بشه. تئوری گروه یا گروپ تئوری این تئوری هست خوشبختانه. خب تقارنی که ما دیدیم که بگیم از اون دریای انرژی، دریای انرژی چیه؟ ما میدونیم اون هست، فقط بگیم ابسترکت به این خاطر که نمیتونیم تجسمش بکنیم چی هست. همون چیزی که ما در فیزیک کوانتوم در قالب زیرو پوینت انرژی باهاش آشنا شدیم، کلاس تئوری کوانتوم یادتون باشه اونجا گفتیم زیرو پوینت انرژی یا کوانتوم فوم بهش، اونجایی که از انرژی ذرات به شکل زوج تولید میشن، پیر پروداکشن داره، یه پوزیترون داره یه الکترون داره. مثلا اساسش چی؟ توی بحث چیز هم تو بحث کلاسمون هم در هارمونیک اوسیلیتور کوانتومی هم دیدید که اینا رو ما صحبت کردیم، توی ویدیوش هم توی یوتیوب هست برای کسایی که دانشجوی ما نیستن این ویدیو رو میبینن. بنابراین ما میگیم انرژی هست. خب من میگم تقارن هست اونجا، بعد میشکن بعد بیاد در زندگی روز مردم این تقارن رو میبینیم و نهایتاً چی؟ میبینیم که یه تئوری شکل میگیره به اسم تئوری گروپ. خب پس تئوری گروپ از اقلیمی که دیگه بنیادی ترین باشه شروع بکنه، میاد تا چیزایی که من و شما میبینیم و خیلی چیزایی که من و شما نمیبینیم، درک نمیکنیم، همه اینا رو میتونیم توصیف بکنیم. پس میشه بنیادی ترین تئوری هایی که بشر بهش دست پیدا کرده. به نظر من خیلی مهمتر از تئوری های دیگه ای که تا امروز بشر بهش دست پیدا کرده. یه دلیل دیگه من برای این صحبتم دارم، اونم اینه که تئوری های دیگه ای که ما در فیزیک تا حالا داریم همش بر اساس دیدگاه ریداکشنیسم هست که ریشهش برگرده به مکانیکال ویو نیوتن، که باید بریم هی اجزا رو مطالعه کنیم، نمونهش شتاب دهنده های ما، نمونهش در بیولوژی ببینید که میریم بیولوژی چی ارگانی داریم، بعد بیولوژی سلولی داریم، بیولوژی مولکولی داریم و و و پاتولوژی هم همینجوره و و. تمام تئوری های فیزیکی که تا امروز داریم همش بر اساس این دیدگاه ریداکشنیسم هست. تئوری گروه تئوری هستش که رابطه بین اجزا رو مهمتر هست. خب وقتی شما با میدونید که در آکادمی این برای ما خیلی مهمتره، چون چیزی که آکادمی درش تخصص داره مطالعه رابطه بین اجزا هست اساسا. یعنی چی؟ یعنی اگه یه شاخه درختی ما داریم، یه درختی داریم به این شکل، این اجزا به چه دلیل اینجا این شاخه رشد کرده ولی اینجا نبوده، به چه دلیل اینقدر فاصله اینجا هست، این شاخه با این شاخه چه رابطه ای داره، اینی که اینجا بعداً متولد خواهد شد با اینجا چه رابطه داره، اینو بهش میگیم یه دیدگاهی که رابطه بین اجزا رو مطالعه میکنه. و تئوری گروه همین کارو میکنه. الان خواهیم دید از امروز به بعد تئوری گروه بیشتر براش مهم نیست که این شاخه جنسش از چیه و این شاخه جنسش از چیه، براش مهم نیست که این شاخه مسنه و این شاخه جدیده. و حتی اگه بخوایم مطالعه کنیم برای تئوری گروه مهم نیست که اینو که مطالعه میکنه این ریشه‌ش هم در کنارش مطالعه بکنه، جنسش هم متفاوت باشه. بنابراین برای ما که رابطه بین اجزا واسه ما مهم است، یه دیدگاه هولیستیک هست، یه دیدگاه کلنگری هست، اهمیت بیشتری پیدا میکنه تا دیدگاهی مثل ریداکشنیسم. مثلا در دیدگاه ریداکشنیسم فرض کنید که اولین قلمه ای که زدیم این درخته اینه، ما دو تا شاخه کوچولو داره، اولین قلمه ای که زدیم. خب دیدگاه ریداکشنیسم خیلی خوب میتونه مطالعه کنه، خیلی خوب توی پرانتز میگم. بعد این تبدیل میشه به این، بعد تبدیل میشه به این و آخرش تبدیل میشه به این. دیدگاه ریداکشنیسم نمیتونه بگه که از این چطور شد به این، از این به این و این، یعنی پروسه رو ریداکشنیسم نمیتونه مطالعه بکنه، فرایند رو مطالعه نمیکنه. به این میگیم فرایند رشد، فرایند پدید آمدن، همین چیزی که ما در کلاس همون میگیم چی؟
ریاضیات پدیدایی، ریاضیاتی که توصیف بکنه چطور اینا پدید میاد، فیزیکی که توصیف بکنه چطور پدید میاد و بیولوژی که توصیف بکنه چطور پدید میاد. اگه بخوایم این پروسس رو مطالعه بکنیم، تئوری گروه این توانایی رو داره. خب ما در کلاسامون تا حالا انواع اقسام تئوری ها رو داشتیم دیگه. تئوری کوانتوم از پایه دبیرستان شروع کردیم تا رسیدیم تقریبا به مراحلی که در دوره کارشناسی ارشد تدریس میشه. تئوری نسبیت رو از دبیرستان شروع کردیم، تبدیلات گالیله تا رسیدیم نسبیت عام رو با هم دیگه صحبت کردیم، کلاس رو داشتیم. و ببینید که همه این تئوری های مهم رو ما تا حالا داشتیم دیگه. خب اونا رو داریم، در کنارش تئوری آشوب هم یاد گرفتیم. حالا بیاییم چی؟ تئوری گروه هم یاد میگیریم. گروه رو بذاریم در کنار تئوری هایی که قبلا خوندیم. ما هم در هر لحظه ای میتونیم اینو مطالعه کنیم، اینو مطالعه کنیم، دیدگاه اجزانگری عالی، و حالا میتونیم این هم روش اضافه بکنیم، دیدگاه کلیگری. بنابراین حالا میتونیم هم استیت های سیستم رو مطالعه کنیم، این استیت، این استیت، این استیت، این استیت، و هم پروسس رو بتونیم مطالعه بکنیم. در مطالعه پروسس دو تا تئوری نقش بنیادی دارن برای ما. یکی تئوری آشوب هست، کیاس تئوری، که سیستم های کامپلکس رو مطالعه میکنیم. دیدید از باز از سطح دبیرستان از صفر شروع کردیم، رسیدیم به صحبت های خیلی خیلی مهمی در تئوری آشوب. الان هم تئوری چی؟ گروه رو مطالعه میکنیم. تئوری گروه در کنار تئوری آشوب میتونه چی؟ کد تصویر خیلی بهتری از واقعیت میده، چیزی که ما در آکادمی دنبالش هستیم. با این مقدمه شما باید الان خیلی علاقمندتر باشید به یاد گرفتن تئوری گروه، خصوصا این که بگیم تئوری گروه از حالا از مقیاس پلانک شروع میشه تا مقیاس کهکشان ها، هرچی که دوست داریم همه اینا رو در بند میگیم. من جمله در این وسط ها یه جای کوچولی، یه طیف خیلی کوچولی که بشه من و شما حس میکنیم و در قالب فیزیک نیوتونی صحبت کنیم. خب میریم سراغ پس توصیف تقارن هایی که ما در طبیعت میبینیم. اتفاقا اولین چیزهایی که هست، شاید مهمترین چیزی که بگیم در زمان، تقارنی که بشر باهاش آشنایی داشته، به نظر میاد که بشر همیشه علاقمند تقارن بوده، چون در طبیعت میدیده اینا رو. مثلا اولین چیزی که میدیده مثلا طرف راست و چپش تقریبا یه تقارنی داره، دست راست دست چپ، کلیه راست کلیه چپ، نمیدونم پای راست پای چپ، چشم راست چشم چپ، اینا یا تقارن‌هایی که در طبیعت هم مثل گل‌ها می‌دیده و چی. پس می‌بینی که ساختمان‌هایی که ساخته بشر درشون همیشه یه تقارن‌های رعایت میشه. به نظر میاد که یه جور احساس خوش به بشر دست داده با نگاه کردن به ساختارهایی که درش تقارن هست. پس علامه بوده بهش. اولین نمودش هم من بخوام بگم که ساخته دست بشر باشه که اصرار داشته که تقارن درش باشه، همین فکر کنم بهترین مثالش هرم‌های سگانه‌ای که در مصر هست. شما وقتی اینا رو مطالعه میکنید، یه هرم‌هایی از فوق‌العاده دقیق و تقارنی که اونجا هست عالی. واقعا آدم تقارنی که اونجا میبینه معلومه که این کسی که اینو ساخته با آدم‌های باهوشی بودن و از ریاضیات سر در می‌آوردن. اتفاقا میگن که افرادی که مثلا حالا شخص خاصی نیست، خیلی این حرف رو میزنن که اگر مثلا یه سیاره دیگه باشه در این کهکشان و موجوداتی باشن که بخوان اونقدر باهوش باشن که تکنولوژی داشته باشن که بیان اینجا ما رو ببینن، با دیدن ساختارهای ما، ساختمانهای ما، چیزهایی که بشر ساخته، متقاعد خواهند شد که به خاطر تقارن این موجودات باهوشی هستن و ریاضیات هم سرشون میشه. حالا ممکنه دو تا ریاضیاتمون با هم فرق کنه، ولی اساسش یکیه. اساس ریاضیات شمردن باید یکی باشه، یا اعداد اول باید در هر دو تا یکی باشه مثلا. پس میخوام بگم که این تقارن از حداقل از زمان هرم‌های مصر وجود داشت، خیلی بیشتر از اون. یه چیزی دیگه ای که من یادم نیست کی خوندم، کجا دیدم، در موزه تایوان یک نوشته هست برمیگرده به قبل از میلاد مسیح، تاریخ یادم نیست، یه شعریه
که این شعر رو خیلی جالبه، شما از اول تا آخر که میخونید یه شعره که خود شعر در به خودی خود یه تقارنی داره، حداقل میگه که مصرع اول مصرع دوم یا چیزایی که تکرار میشه، قافیه هایی که تکرار میشه، قافیه این ورینده، وزن شعر این ورینده، مثلا در شعر کلاسیک وقتی این ورینده یعنی چه؟ تقارن درش هست. حالا اون شعری شما از اول تا آخر بخونی شعر، حالا اگه از آخر هم اول بخونید دوباره شعر، شما حتی تصور این که آدم بتونه یه متن ساده رو بنویسه که از آخر هم که برگرده بشه یه داستان، یه جریان دی. از اول تا آخر میخونید یه جریانی رو توصیف میکنه، حالا از آخر نه اول هم یه حروف کنار هم دیگه بچین بخونید دوباره میشه یه داستان دیگه متفاوت از داستان قبلی. این توی موزه تایوان هست. حالا این که میگم از اول تا آخر بری بشه یه داستان، از آخر تا اول بیای بشه یه داستان دیگه، اینو ما در موسیقی هم میبینیم، خصوصا در کارهای باخ. باخ از اون موسیقیدانهایی است که خیلی به نظر میاد که مغز ریاضی خیلی خوبی داشته، حالا کار ریاضی به اون شکل نکرده، ولی مثلا یه دوره ویولون داره که ویولون اول میزنه، مثلا این نوت ها رو میزنه میاد اینجا، بعد سطر بعدی تا میاد اینجا تموم میشه. برید توی اینترنت جستجو بکنید دوره ویولون باخ، این یک چیزه. حالا چیز بعدی، ویولون بعدی که همزمان با این میزنه این نوت ها رو میزنه، حالا بگیم اینجوری، و میاد آخرش حالا اینجا. خیلی جالبه، شما اگه این نوت ها رو نگاه بکنید، وقتی که این ویولون دوم این نوت رو میزنه، این نوت همین نوتیه که اینجاست، آخریه، این نوت همین نوتیه که اینجاست، این نوت همون نوتیه که اینجاست. یعنی چی؟ یعنی شما اینجوری که میرید یه قطعه رو میزنید، این یه قطعه دیگر رو میزنه، ولی جالبه که قطعه که این میزنه عکس قطعه که اولی زده، یعنی اولی در کناره هم میزنه. خب این تا اینجا میشه همون شعریه که اون آقای چینی گفته، ولی این الان یه شاهکار دیگه هم درش هست، اونم اینه که اون که اینوری میرید یه داستان رو تعریف میکنه، برعکسش میاد یه داستان دیگر رو تعریف میکنه در قالب شعر. این دو تا داستان ممکنه من هیچ ربطی ندارم، من نمیدونم از خودم ندارم، ولی اینجا این دو تا به هم ربط دارم. چرا؟ چون بس این که برای گوش خوشایند باشه، این نوت و این نوت در هر لحظه هارمونی داره، این نوت با این نوت، این نوت با این نوت، فوق العاده مشکل. ممکن آدم فکر کنی آدم بیکار بوده نشسته اینش، ولی خب به هر حال هنرمند میتونید یه دونه قالیباف رو شما نگاه بکنید، یه قالی که میبافه کوچولو 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 آخرش میشه یه چیز. حالا این هنرمند هست، ولی در این حال آدم خیلی با پشتکاری، این هنرمند با پشتکاره، ولی یک چیز دیگه هم پشت مرزش هست. تمارو کارهای باخ در خیلی چیزهای دیگه توش ریاضیات هست. حالا این هم اشاره میکنم، هرچند به اینجا رب نداره، ولی به هوا قسمتی از درس ما هست. شما وقتی ما وارد قضایای گدر میشیم، که هنوز وارد نشدیم، به زودی وارد خواهیم شد، وقتی وارد قضایای گدر میشیم، این قضایا فوق العاده مهم، قضایایی هستن که کل تنه ریاضیات ما، خصوصا وقتی میگیم سیستم های اکسیوماتیک ما رو لرزانده. ایزاله من یه هاشیه نرم به رجوعی صحبت کنم. در اینجا یه بحثی داریم به اسم سلف ریفرنس، یعنی ریفرنس، سلف ریفرنس. آره، سلف ریفرنسی در زبان ساده من میخوام توضیح بکنم بدم ریاضی، که در سایت اکادمی هم اینو ما نوشتیم، اینه که شما بیایید یه سیستم اکسیوماتیک تعریف بکنید، میخواید شکل بدید، بنابراین میایید یه اکسیوم اولیه رو شکل میدید. اکسیوم اولی اینه که بیایم یه موجودی رو تعریف کنیم به اسم آرایشگر. این آرایشگر تعریفش میگه موجودی هست که موی افرادی رو که خودشون موی خودشون رو اصلاح نمیکنن اصلاح میکنن. درسته؟ مثلا من که اینجا نشستم آرایشگرم، کسایی که میام پیش من، کسایی هستن موی خودشون نمیتونن اصلاح بکنن، پس من موی اونا رو اصلاح میکنم، میگه آرایشگر. حالا خب این اکسیوم اولیه. خب از اکسیوم حالا شما میرید بعدش میگید حالا این آرایشگر موی خودش رو میتونه بزنه یا نمیتونه بزنه. اگه بگیم موی خودش رو نمیتونه بزنه، نباید بزنه، حالا اینجوری بهتر، خب ما باید بزنه. چرا؟ چون آرایشگر تعریف کردیم اکسیوم اولی کسی هست که موی افرادی رو که موی خودشون اصلاح نمیکنند میزنه یا اصلاح میکنه. اگه این موی خودشون نزنه، پس باید بزنه.
میگه آقا خیلی خوب، پس بگیم که موی خودشو میتونه بزنه، باید بزنه. میگه اگه موی خودشو بزنه میشه جزو افرادی که موی خودشونو چی میزنن، نه جزو افرادی که موی خودشونو نمیزنن. بنابراین چی؟ نباید بزنه، نباید اصلاح بکنه. و حالا میبونیم اینجا اون پارادوکسی که هست اینه که بالاخره این چیز آرایشگر موی خودشو بزنه یا نزنه، و این سیستم اکسیوماتیک دیگه جواب نمیده. این سلف ریفرنس یعنی هم که اینا رو ما در قضایای دو در صحبت خواهیم کرد، خیلی هم باش روزیات زیاد. ولی علاوه بر چیز ریاضیاتی که بشه به گودرد ارتباط داره، این سلف ریفرنس رو بگیم و اون یکی اسمش آدم نه مورد بعد عجیب بود اسم اون طرف داره. مورد بعدی چیزی در نقاشی، در نقاشی می سلف ریفرنس رو بریم. شما اگه برید نقاشی های اشه رو ببینید خواهید دید که اونجا هم داریم، و در قطعات موسیقی که باخ داره دوباره این سلف ریفرنس هست. این سلف ریفرنس بحث ریاضی خیلی عمیقه، ببینید که در قطعات موسیقی این هست. اقلا دیگه واردش نمیشم چون به تقارن ما اینجا رفت نداره، ولی خب چون با بحث گودرد تئورم تئورمز خیلی مهمه برای من که یادآوری کردم که اسم باخ آوردم، میخوام بگم اهمیت باخ. خب این هم از این نوع تقارن. یه تقارن دیگه بگم که شاهکاره. اصلا میخوام به شما بگم که خیلی از شاهکارها در هنر مثل الان مثالایی که زدم شکل گرفته، ریشش برمیگرده به تقارن و یا شکست تقارن. درسته؟ یا تقارن ایجاد کردن یا شکست تقارن. مثلا یکی از شاهکارهای نقاشی که ما داریم تابلوها برمیگرده به کار داوینچی، لئوناردو داوینچی، و ایشون یه نقاشی داره به اسم نمیدونم کتاب صفر منو خونده باشید، اونجا من یه اشاره به این کردم. اگه شما یه چیز بکنید از نظر رشته نقاشی، رشته عکاسی، اگه شما یه فریمی دارید به این شکل و میخواید روش نقاشی بکنید یا عکسی میگیرید به این شکل، اینو شما میتونید به دو قسمت اینجوری تقسیم کنید و دو قسمت هم اینجوری تقسیم کنید. به این خطوطی که اینجا الان من کشیدم میگن خطوط کور. معنیش اینه که موضوعی که شما برای شما مهمه در این عکاسی یا در این تابلو نقاشی ابدا نباید روی این خط و یا روی این خط قرار بگیره، چون اگه قرار بگیره زیاد جلب توجه نمیکنه. بهش میگیم این نقطه رو میگیم نقطه کور، بدترین نقطه ای که شما موضوعتون رو بذارید، مثلا یه نفر بذارید کندش اینجا بخواید ازش عکس بگیرید، عکس خیلی خوبی نیست، اصلا عکس با ارزش نیست. ولی خب اگه میخوایم بعد چیز با ارزشی باشه، اونم اینه که بیاریم به سه قسمت تقسیم کنیم، یکیش این، یکیش این، و اینم به سه قسمت تقسیم کنیم، یکی این. حالا به این خطوط میگن خطوط طلایی، golden lines. چرا؟ میگه اگه موضوع اصلیات رو اینجا، 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 اینجا قرار بدید بهترین عکس در میاد. بس دیگه در حالا به موضوعی که میگید از آسمون یه عکس میگیره که ابرهای خیلی زیبایی داره، بنابراین آسمون مهمه. شما افق زمینتون اینجا قرار بدید، کوه و درتون رو اینجا ابرهای شماست. بعد از میخواید از دریا یا از مثلا کوه ها عکس بگیرید، آسمون چیز خیلی جذابی نداره، کوه هاتون اینجا قرار میدید و عکس میگیرید اینجا، طبیعت اینجا خیلی قشنگ، آسمون خیلی کم. اگه شما از کسی عکس بگیرید که در مثلا وایساده در طبیعت، این شما این شخص رو در اینجا قرار میدید یا در اینجا قرار میدید. حالا بسته به این که نگاهش به این طرف اینجا میذارید، نگاهش به اون طرف اونجا میذارید. به این همیدیم چی؟ خطوط طلایی. و اگه کلبه این اینجا باشه یا اینجا باشه بهترین حالت. حالا این میشه از هر کسی که وارد این رشته میشه از اول اینا رو میدونه. حالا پس داوینچی هم میدونسته دیگه، داوینچی هم میدونسته، ولی کاری که داوینچی میکنه ضد اینه. اون تابلوی شام آخرش رو ببینید، ببینید که یه میزه که عیسی مسیح پشتشه و این میز دقیقا این وسطه، یعنی درست اونجایی که بهش میگه خط کور. نباید اونجا میز باشه چون میز مهمه. و جالب اینه که عیسی مسیح هم درست این وسطه، یعنی اینجا پشت میز قرار گرفته،
یعنی درست روی این خط قرار گرفته که بازم چیه؟ نقطه کوره و سرش هم تقریبا روی نقطه کوره. حالا روی خط میکن. خب این دیگه ضد باید شاهکار بشه. ولی این تابلو شام آخر، لاست سپر، شاهکار. چرا؟ اومده از تقارن استفاده کرده به جاش. یعنی اومده یه قانون نقاشی رو به هم ریخته ولی از تقارن استفاده کرده، یه چیزی تولید کرده از اون قانون هم محصول بهتری. شما ببینید اگه سقف این سالن رو نگاه بکنید که این طرف هم اون 12 تا حواری یا چند تا حواری و ایساس، اگه سقف این سالن شما نگاه بکنید به صورت کاشی ماننده و اگه کف این سالن تا زیر میز که میره نگاه بکنید، دوباره پرسپکتیو من ممکن نتونم درست بکشم، دوباره اینا به صورت کاشی تقارن خاصی توی اینا هست، توی اینا هست، در هم در این بود هم در اون. ولی اگه دقت بکنیم که همه اینا در پرسپکتیو میرن به صورت عیسی مسیح و هر بیننده ای اتوماتیک چشمش میکشه به آخرش میره. اصلا اینایی که اینجا هستن که بعضیاش مثلا تو نقاط و خطوط طلایی دیده نمیشه، یعنی با تقارن، همهش با تقارن به خاطر دایر کردن تقارن خاصی شاهکار تولید شده. یا اون اثر باخ که گفتم شاهکار است.